با سلام و درود خدمت دوستان، با یه درس دیگه از مکالمه زبان فرانسه در خدمتون هستم. این مکالمه اسمش هستش بونجور. بریم این مکالمه رو با هم دیگه گوش بدیم. بونجور. جان est à la maison avec sa femme Marion. Salut Marion. Salut mon chéri. خب بونجور یعنی سلام. جان est à la maison avec sa femme. جان تو خونه است با زنش ماریون. میگه سلو ماریون، سلام ماریون. و گفتم سلو مال وقتیه که شرایط به صورت صمیمانه است، خانوادگی دوستان. اینم جوابش میگه سلو موشقی، سلام عزیزم. خب بعد میگه موشقی یعنی چی؟ موشقی به فرانسه، به انگلیسی میشه مای دارلینگ، مای دارلینگ. و درستم هستش. میگه مای کالیگ یعنی همکارم، مای برادرم یعنی برادرم. Où est mon livre d'anglais? Pardon? J'ai un examen d'anglais à l'université. J'ai un examen d'anglais à l'université. Où est mon livre d'anglais? Où est yani kojast? Où yani kojast? Et mon livre کتاب من، کتاب انگلیسی. Mon livre d'anglais. Pardon. وقتی یه چیز رو متوجه نمیشی میخوایی تکرار بکنی، میگی ازش میپرسیم Pardon. میگه j'ai یعنی من دارم. اینا رو تو درس ها بهتون گفتم. Un examen. Examen یعنی امتحان. امتحان d'anglais à l'université. من امتحان انگلیسی دارم تو دانشگاه. در نتیجه خب دنبال کتاب انگلیسیش میگرده. Où est mon livre? Il est ici, sur la table, Marion. Où est mon livre? Yani, kitab man kojast? Où est inja gofte où est mon livre d'anglais? Mushakhas kade kitab inglisi man. Inja gofte ra kitabam kojast. Mige il est ici. Kitab shom muzakkare az il estefade kardim, kho? Il est ici. Injast sur la table. Sur yani ruye, ruye میزه مریون. حالا میگه روی کلمه کلیک بکنید که معنی خسته بده. خسته کدومه؟ خسته این کلمه است. تایرد میشه فتیگه. Je suis fatigué Jean. Je travaille beaucoup. Tu veux une tasse de café? Oui, merci. Voilà. Marion met du sucre dans sa tasse. Je suis fatigué, یعنی من خستم. چون مؤنثه، چون خانم هستش، آخرش یه دونه ا داره برای مؤنثه. یعنی تو مذکر این ا آخر رو نمیاریم. جان. یه خستم. چو تخوی بکو. تخوی یعنی کار کردن. چو تخوی بکو یعنی خیلی کار میکنم. Tu veux une tasse de café؟ یعنی آیا یک فنجون قهوه میخوای؟ Oui, merci. بله، متشکرم. Voilà. Voilà یعنی بفرمایید. Marion me از مصدر متر هستش. یعنی قرار میده. میریزه. Du sucre. در واقع بوده de le sucre. که شده du sucre. شکر. Dans sa tasse. Tasse هم یعنی فنجون. تو فنجونش چی میریزه؟ شکر میریزه. What did Marion do? Marion چیکار کرده؟ Marion She put sugar in her cup of coffee. درسته؟ Elle boit son café. Berk. Quoi? Elle boit son café. Boit یعنی نوشید. یعنی بواق نوشیدنه. پس می نوشه son café. کافه یا قهوهشو می نوشه. Berk. Berk یعنی اه. مثلا حالا بد شد. Quoi? Quoi یعنی چی؟ پس اینجا میگه کوا چه معنی داره؟ کوا معنی وات میده. منتها از این استفاده نکنید، خیلی مؤدبانه نیست. وقتی چیزو متوجه نمیشین باید بگید پاردون. سی دو سل. ماریون، tu es très fatigué. سی دو سل. سل یعنی نمک. سی دو سل یعنی نمک بود ریختم توی چاییم، توی قهوه‌ام. ماریون، tu es très fatigué. ماریون خیلی خسته ای. من ماریون was so tired that she put salt in her coffee instead of
sugar. خب اینجا یه سری کلمه هستش. فتیگه یعنی خسته. پس میشه tired. With تو فرانسه میشه avec. Bois یعنی drink. می نوشه. English book. Livre. D'anglais. Some sugar. Du sucre. امیدوارم این درسم برای شما مفید بوده باشه. یادتون نره که کانال من رو سابسکرایب بکنید، به دوستاتون معرفی بکنید، سوالی دارین از من بپرسین، تو کامنت ها برای من بذارین و اینکه اگه ویدیو رو خوشتون اومد حتما لایک بکنید. موفق باشید.